پسر عجیبی که پرواز می کند. پسر عجیبی قصه ما پسری است از خانواده مبتلایان به سندروم داون که نیروی شگفت انگیزی پرواز دارد. این پسر در جاهای خطرناک و با ارتفاع بلند هم پرواز کرده و با قدرت شگفت انگیزش جزء انسانهای خاص قرار گرفته است. بقیه واقعیت داستان را از چنل پگا تعقیب می کنیم. با پگا باشید. به نام خدا و با عرض سلام مجدد خدمت تمام بینندگان عزیز چینل پیغام. با امید موفقیت همگی شما این بار برای شما ویدیوی جالب و باور نکردنی از پرواز کردن پسر بچه‌ای تهیه دیدم که شما را حیرت زده خواهد کرد و ببینید که چه راز و رمز در کار است که طفل میتواند با آسانی برخلاف سایر برادران و خواهرانش مسیر دور دست را بدون وقفه پرواز کند و حتی از بلندی های کوه و خم پیچ های دره میتواند پرواز کند. چینل پگاه همیشه بازتاب دهنده اخبارهای جالب، جذاب و داستانهای واقعی و خیالی میباشد. لطفاً برای حمایت ما ویدیوهای ما را از دست ندهید، آنها را لایک کنید و چینل پگاه را سابسکرایب نمایید. پسر عجیب قصه ما پسری است از خانواده مبتلایان به سندروم داون که نیروی شگفت انگیز پرواز دارد. این پسر در جاهای خطرناک و با ارتفاع بلند هم پرواز کرده و با قدرت شگفت انگیزش جزء انسانهای خاص قرار گرفته است. چند پیش وقت پیاده روی خرابگاه دختر بچه مبتلا به نشانگان داون دیدم. کلمه نشانگان برگردان پارسی سندروم داون است. دخترک جسه کودک 5 ساله را داشت با انگشت های چاق کوتاه و چشم های کشیده که جزء مشترک مبتلایان به این بیماری است و همه ایشان را مثل هم و البته شبیه به مردم شرق دور می کند. ژنده پوش والدینش نشان می داد سختی روزگارشان فقط از بیماری بی‌علاج طفلشان نیست، بلکه فقر هم چوب لای چرخ زندگیشان گذاشته است. برای بچه بستنی قیفی گرفته بودند که سرش را گرم کنند و خودشان تکیه داده بود به نرده های فلزی پل و با هم پچ پچ می کردند. دخترک با ول تمام نشدنی بستنیش را لیس می زد و هر بار چند ثانیه به آن خیره می شد. گرمی هوا بود و کج ماندن دستش که باعث شد بستنی سر ریز شود و روی پیراهن صورتیش. گیج و ماد داشت لکه بستنی روی پیرانش را نگاه میکرد که پدرش بستنی را با خشم و تنفر از دستش قاپید و پرت کرد وسط جوی آب. مرد در حالی که کلافه و برافروخته زیر لب فحش میداد زل زد و بچه طور که یک لحظه به خیالم رسید مبادا دیوانه شده و قصد دارد او را هم بلند کند و مثل بستنیش بیندازد توی جوی آب. طفلک حس پدرش را نمی فهمید، خیره شد به تصویر جوی لجن گرفته راکت پشت نرده ها و ناله کرد. مرد بچه را هل داد طرف مادرش. زن دست دخترش را پیش کشید، را افتاده بودند. پراکنده و گسسته، بی شباهت به یک خانواده. زن و مرد و دخترک رفتند اما خاطرشان ماند گوشه ذهنم. همانجا که دیده های تلخ زندگی جمع می شوند کنار هم و مثل کلاف های سردرگم به هم گره می خورند تا به کار روزه های بیایند که خلق آدم تنگ است و دلش گرفته پی سوژه برای کس کردن و غمباد گرفتن در تاریکی اتاق یا زار زدن در رخت خواب می گردد. شاید اگر خوش اقبال نبودم و امروز یادداشتی آلن لارنس عکاس امریکایی را در وبلاگش نمیدیدم، تصویر آن 3 نفر همانجا توی آن انبار گوشه مغزم میماند. اما نوشته ها و عکس های آدمی ناشناس آن سر دنیا نجاتم داد و نشست دقیقا جای همان خاطره ناخوش برای آن را پوشاند. عکس ها و یادداشت های آلن درباره پسر 1 سال و 6 ماهه به نام ویل است که پرواز میکند، نه در یک آسمانی معمولی بلکه او در شگفت انگیزترین مکانهای جهان پرواز کرده است. مکانهایی که هر انسان با دیدنشان نفس را در سینه حبس می کند
و شدت ذوق و هیجان زبانش بند می آید. جاهای مانند دره فوق‌العاده زیبا و هزار رنگ گرند کانیون در ایالت آریزونا و یا پل گلدن گیت سان فرانسیسکو که یکی از بزرگترین پل‌های معلق جهان است، یا دشت بزرگ درخت‌های عجیب جاشوا در پارک ملی کالیفرنیا. ویل پروازش را مدیون آلن است. بابا بجز او 5 فرزند دیگر هم دارد و مثل هر پدر عاشق تک تک بچه‌هایش است. اما ویل با همه فرق دارد. جای ویل در قلب آلن خاص است. تا آنجا که بابا برای هر آن عکس‌های پرواز را بگیرد، در همه آنها پسرک را روی دست‌هایش بلند کرده و نگه داشته و پس از عکس گرفتن خودش را از دل آنها پاک کرده است. آلن بابای نامرئی شده تا ویل کوچکش مثل فرشته‌ها پرواز کند. لابود از عکس ها متوجه شده اید که ویل کوچولو هم یک مبتلا به نشانگان داون است. او یک نسخه متلایی با چشم آبی از همان دخترک بیمار است. در ابتلای این نوشته یادش کردم. آلن و بقیه اعضای خانواده می دانند نگهداری از یک کودک مبتلا به نشانگان داون و آموزش دادنش تا چه حد سخت است. اما این فکر و خیال هم نه تنها چیزی از عشق آنها به پسرک کم نکرده، بلکه آن را چند برابر کرده است. آلن در وصف پسرکش می گوید: ویلی من محبت خداست، چگونه می توانم دوستش نداشته باشم؟ با سپاس فراوان از این که همیشه بیننده چینل پگاه هستید و ما را در راستای بهبود این چینل تا هنوز همکاری و همیاری نموده اید. و برای اینکه ویدیوهای جالبتر را تماشا کنید، لطفاً فراموش نکنید پیشنهاداتتان را در کامنت با ما شریک ساخته تا بتانیم ویدیوهای بهتر را برای شما فراهم سازیم. تا ویدیوی بعدی همگیتان را به خداوند پاک و بنیاز می سپاریم. روزگاران همه‌تان خوش و ایام بکامتان باد.